کسی اینجا هست؟ کسی اینجا هست؟ من از اینجا باید بیام بیرون. اوه تو نمیتونی آروم بشینی؟ تمام کلانتری گذاشتی رو سرت. تو بهم گفته بودی که میذاری تلفن بزنم. گفته بودی یا نگفته بودی؟ آی ای آقا پسر چی میگی؟ چرا سر صدا میکنی؟ آقا داره الکی سر صدا میکنه. اگه اجازه بدید یه چند ساعتی سلول انفرادی بندازمش. این از من ساعتمو دزدید. شما ببینین؟ این گفته بود بهم گوشیشو میده ولی الان از حرفش برگشته. ای این چی میگه؟ ساعتش ازش گرفتی؟ آقا داره دروغ میگه. شما که میدونید من کجا و رشوه کجا. آره خیلی خوب میدونم. چی؟ جناب سرگاردین داره دروغ میگه. داره دروغ میگه. لطفاً بگردینش. مامور قانون همیشه راست میگه. تو ساکت باش. تو هیچ میدونی که میتونم برات پرونده درست کنم که یه سال که چرز کنم دو سال اینجا بمونی نتونی از اینجا جون بخوری؟ منو نمیتونی اینجا نگه داری. تو منو نمیشناسی. من اون بالایی رو خیلی خوب میشناسم. پیش جناب سرنگ ازت شکایت میکنم. راست میگی؟ تو هنوز نمیدونی من چقدر قدرتمندم. من تو این شهر خیلی ها رو میشناسم. زندگی رو برات جهنم میکنم. مطمئن باش. ای مامور. بله قربان. یه بار دیگه صداش در اومد. اونقدر بزن مثل سگ زوزه بکشه. واسه من میخواد بره پیش سرهنگ شکایت کنه. داره بابا جون. تو که هیچی بزرگتر از تو هم نمیتونن کاری کنن. علکی برای خودت درد سر درست میکنی. امشب رو یه جوری تحمل کن. اگر نه خیلی پشیمون میشی. من شما رو راحت نمیذارم. بهشون میفهمونم با کی طرف. من به اینا میفهمونم. چرا درد سر درست میکنید؟ بله جناب سرگرد، همه چی تحت کنترله؟ آره بله بله همه چی تحت کنترله. شما نگران نباشین. اما خانم اما چی؟ همه چی خوبه درسته؟ نه خیر. خیلی مسئله گنده ای نیست. اما برادرزادتون خیلی منو داره تهدید میکنه. تهدید؟ چه جور تهدیدی؟ همین که به اون بالایی ها شکایتمو میکنه و به رسانه هم این موضوع رو میرسونه. اگه بیرون بره و همچین کاری انجام بده شما که میدونین این همه رو من به دستور خودتون انجام دادم خانم. جناب سرگرد شما چرا نگران شدی؟ من هواتونو دارم. اصلا همچین چیزی نمیشه. سعی میفرمایین اما ای بابا جناب سرگرد من که گفتم هیچ اتفاقی نمیفته. ببینین اول اینکه اون همچین کاری نمیکنه درسته؟ و دوم این که فرض کنیم اگه همچین کاری هم کرد شما شغلتون رو از دست نمیدین. اینو من براتون تضمین میکنم. و یه چیز دیگه، اون پولی که تا به حال بهتون دادم فکر کنم براتون خیلی زیاد باشه. و در ضمن اما شما میتونین بگین که همه ی اینا فقط یه سوء تفاهم بود. خیلی ساده. بله بله اینو که کاملا درست میفرمایین. ولی یه چیزی رو من درست متوجه نشدم. شما دقیقا شب عروسیش اونو چرا گرفتارش کردی؟ اون بیچاره خیلی نگرانه، مثل مرغ سرکنده شده. جناب سرگرد هرچی بهتون گفته شده لطفا همونو انجام بدین. فهمیدین؟ بله بله هرچی شما امر بفرمایین. خداحافظ. دو قرون به هم پول داده و چه امر و نهی هم میکنه این زنه. یه ذره باهوش باش. من معذرت میخوام علی. من هیچ وقت نمیخواستم همچین کنم ولی چی کار کنم؟
اگه این کارو نمی کردم تو با تمنا ازدواج می کردی، که تا وقتی زندم همچین اجازه ای نمیدم.